زبان یک رکنی اساسی دولت و دولتداری محسوب می‌یابد. زبان تاجیکی در مسیر قرن‌ها رشد کرد، مقام و منزلت خاص پیدا نمود و در روند برخورد فرهنگ و تمدن‌ها پابرجا ماند و بعد بیش از 1000 سال مقام دولتی گرفت. امروز زبان تاجیکی در جریان ایجاد و تهیه آثار بدیعی، علمی و معرفتی، تعلیمی، آموزشی و ساحوی نقش محوری می‌بازد. مسلم است که امروز زبان تاجیکی در روند رشد علم و تکنیک و کاربرد اصطلاحات با تغییر و اضافه ها نیاز دارد. چون این تغییر و اضافه ها ذخیره لغوی زبان را البته غنی می سازند. از جانب دیگر رعایت معیارهای زبان ادبی یک عامل اساسی رشد زبان، تقویت بخشیدن صلاحیت این رکن دولت و روان و شیواتر شدن آن در همه ساحه ها به حساب می رود. سالهای آخر متخصصان و مسئولان، دانشمندان برای تازگی زبان، رعایت معیارهای زبان ادبی و استفاده درست واژه و اصطلاحات تدبیرهای زیادی اندیشیده ایستادند. اما هنوز مشکل کاربرد اصطلاحات صحوی، نامگذاری کارخانه و مؤسسه ها، مرکزهای تجارتی و فراغتی و دیگر بخشهای خدمت‌رسانی ها با نظرداشت رعایت خصوصیات‌های لغوی، فنتیکی و گراماتیکی و دیگر معیارهای زبان ادبی جای دارد. یعنی حالت‌های نامگذاری‌ها بدون موافقه با کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هنوز هم به قید گرفته می شوند. گاهی فرهنگنامه های تخصصی یا صحوی نیز بعضاً با سهلنگاری تهیه می شوند که برای میان مردم معمول گشتن اصلاحات غلط مساعدت می کنند. در مورد زبان وسایل اخبار عامه نیز اندیشه های دانشمندان گوناگون است. بهبودی هست البته و تازگی زبان، املای زبان، معیارهای زبان تا اندازه رعایت می شوند. اما هنوز در شبکه های اجتماعی، بخش های تجارتی، رکلام ها و امثال آن که مشتریان زیادی دارند، معیارهای زبان ادبی کاملا رعایت نمی شوند. تا هنوز زبان گفتگویی ما با زبان ادبی همپایه نیست و در معاشرت بیشتر شیوه ها افضلیت دارند. شاید این هیچ بدی نداشته باشد، اما به نظر زبانشناسان آن معمولا برای رشد زبان ادبی، آموزش و برخوردار بودن از معیارهای زبان یک مانع بوده می تواند. از جانب دیگر استفاده شیوه را محققان و دانشمندان در واژه سازی، اصطلاحات، تهیه و قبول کلمه عباره های ریخته کلاسیکی و لغت های نام ها مهم می دانند. پس وقتی به املای زبان تغییرات وارد می سازیم، آیا از این منابع نیز استفاده بردن مفید است یا نه؟ مسئله دیگر زبان کارگزاری در کارخانه مؤسسه ها، برگزاری جلسه و نشست ها است. تا کجا زبان دولتی رعایت می شود؟ زبان اثرهای علمی، ادبیات بدیعی، کتابهای درسی باید در کلام پایه باشند و سوالهای و مسائل دیگر ذکر شده با افتخار تجلی روز زبان یک سنه تاریخی و فرهنگی با اشتراک متخصصان و مسئولان در برنامه نوبتی. چون ما در دوران صاحب استقلالی قبل از این قانون هم قانون زبان تاجیکی فارسی داشتیم، اینجا این قانون طول 12 ساله یعنی 20 سال در دوران صاحب استقلالی رسالت های خود را به جا آورد و اکنون ضرورت به میان آمده بود تا در جامعه چون این یک قانون کاملا مکمل که به تمام طلبات و درخواست های پیشبرد سیاست دولت درباره زبان جوابگوی باشد ضرورت به میان آمده بود. همین بود که قانون مذکور بعدی به تصویب رسیدن من ببینید بیش از یک ده ساله می شود که در خدمت جامعه ملی ما هست و ببینید اکنون حتی امروز هم این قانون نیاز بران دارد تا اینکه تغییر و اضافه ها برای باز هم مکملتر گردیدن آن پیشنهاد نماییم. این است که بعدی به تصویب رسیدن قانون مذکور ما خوب می دانیم که در قانون چنین ذکر گردیده است که زبان دولتی جمهوری تاجیکستان زبان تاجیکی می باشد و هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان وظیفه دار است زبان دولتی را داند. و یک جهت مهم دیگر در این قانون ما پیوسته که از پای عمل سازی آن هستیم این ارج‌گذاری احترام به زبان تا اینکه برای وارثان برای نسل‌های آینده ما حقوق به اولویش و به گزند آن را برسانیم. این یعنی به طریق سند معیاری حقوقی چنین درج می شود که رعایت قاعده های املای زبان ادبی تاجیکی حتمی است.
ана ҳамин арзгузорӣ ва эҳтироми мост ки мо бояд воқеан марҳалаи нави рушди забони тоҷикӣ фаро расидааст. он қонуне ки дар соли 1989 қонуни забони давлатӣ қабул гардида буд то андозаи рисолати худашро ба анҷом расонд ва қонуни нави забони давлатӣ вазифаҳои нав дар пеши ҷомеа гузоштааст, дар пеши аҳли зиёд, дар пеши мутахассисон гузоштааст ки забони модарии мо, забони давлатии мо тавонад дар ҷомеа, ҳам дар дохили кишвар, ҳам берун аз он, он вазифаҳое, ки ба зиммаи забони давлатӣ гузошта шудааст, онро тавонад ба пуррагӣ анҷом диҳад, онро тавонад мукаммал, бо сифат иҷро кунад. Бояд таъкид кунем, бояд бо камоли қаноатмандӣ эътироф кунем, ки дар ягон даври замон забони тоҷикӣ ба ин андоза моеи таваҷҷӯҳ ва ифтихори мо қарор нагирифта буд. Дар кишвар ниҳодҳои махсус барои рушди забони тоҷикӣ таъсис дода шуданд. Ҳама рӯза дар бораи риояи маданияти сухан, фарҳанги номгузорӣ, риояи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ, риояи маданияти нутқ сухан, ҳама рӯза аз сатҳи болотарин сатҳи кишвар сар карда то ниҳодҳои поёни ҷомеа, ҳама дар ин андеша ҳастанд, дар ин фикр ҳастанд. Атрофи ин масъалаҳо баҳсу мунозираҳо, суҳбатҳо, маслиҳату машваратҳо баргузор мешавад. ин ҳама далолат ба он мекунад, гувоҳӣ аз он медиҳад, ки воқеан забони тоҷикӣ, забони модарии мо, забони давлатии мо имрӯз барои ҳар яки мо азиз аст. имрӯз ҳамаи мо муваззаф ҳастем, вазифадор ҳастем, ки ин забонро инкишоф диҳем, сарвати миллии худро, ин забонро ҳамчун сарвати миллии худ муҳофизат кунем, нигаҳ дорем. он ғановате, ки мо дар тӯли ҳазор сола ба ин забон иншо шудаасту эҷод шудааст, онро омӯзем, барои мардум пешниҳод кунем, барои ҳамзабононамон онро маърифӣ созем. ва дар сиёсати дохилӣ, ҳам дар фаъолияти дохилӣ ва ҳам дар фаъолияти берунӣ кишвар, намояндагони кишвар дар созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ин забон мавриди корбаст қарор гирад. забони тоҷикӣ як аз забонҳои хеле бою ғани олами башарӣ маҳсуб меёбад, ки аз оғози таърихи башарият то ба имрӯз рушд кардааст, дар ҳоли рушд аст ва аз дигар забонҳои дунё бо он сифатҳои неки худаш фарқ мекунад, ки дигар забонҳои дунё ба роҳҳои сиёсӣ ба арсаи ҷаҳон интишор ёфтанд. забони тоҷикӣ аз оғози таърих то ба имрӯз таърих худаш гувоҳ аст, на бо роҳи сиёсӣ, балки бо роҳи илм, фарҳанг ва тамаддуни пешрафтаи худ то ба имрӯз ҳамчун забони илм, фарҳанг, шеъри оламгир, илму адаби оламгир интишор ёфтааст ва интишор ёфта истодааст. ин забони модариро мо бояд ҳамеша доиман ҳифз кунем, эҳтиром кунем. ва устодон дуруст қайд карданд, ки шумо дуруст қайд кардед, ки воқеан дар ҳар сухан мо бояд эҳтиёткор бошем, зеро Мирзо Бедил мегӯяд ҳар сухан ҷое ва ҳар нукта мақоме дорад. мо дар сухан гуфтани худ, дар навиштори худ ҳамеша ба он риоя кунем, ки аз рӯи меъёрҳои грамматикаи забон бошад, чунки риояи забон аз на ин ки ба на танҳо барои мутахассисони забон ё илмҳои филологии забон адабиёт, балки ба тамоми қишри ҷамъият аз хурд то ба бузург воҷиб аст, ки мо ин забонро эҳтиром кунем. дар навиштаҳои худ, дар овезаҳо, шиорҳо бояд риоя кунем меъёри забонро, грамматикаи забонро, тарзи навишти имлои забонро бояд риоя карда шавад, то ин ки ҳар ҳарфу ҳиҷои мо дуруст дар ҷои худ ба мавқеъ бояд бошад. чунки ин забони мо дорои хеле адабиёт, осори хаттӣ бебаҳое аст, ки дар ҷаҳон назир надорад. чӣ тавр мешавад, ки мо соҳибони забон ба ин хулуқ назарӣ кунем? таҷлили рӯзи забон дар ҷумҳурии соҳибистиқлоли мо
یک دلیل بسیار برجسته احترام و ارزگذاری نسبت به زبان مادری است. چند روز پیش ما شاهد آن شدیم که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در مراسمی در رسم افتتاح بناهای نو دانشکده زبان ها شرکت ورزیدند و سخنرانی کردند و سخنرانی پیشوای ملت سرشار از صمیمیت نسبت به زبان مادری بود، اعتقاد نسبت به زبان مادری بود، محبت نسبت به زبان مادری بود. و این بار اول نیست که ما نسبت به زبان مادری اینقدر صمیمیت بلند و ارزگذاری سرور کشور را احساس میکنیم، شاهد میشویم. من فکر میکنم که هر یکی ما آن همین گونه محبت، آن همین گونه مسئولیت نسبت به زبان مادری داشته باشیم. و عموما زمینه رشد زبان مادری ما، زبان دولتی ما، باید محبت و مسئولیت باشد. اگر محبت، اگر ما مثلا برای کودکان در عمق دل کودکان ما، فرزندان ما، نسل نورس نسبت به زبان مادری محبت نپروریم، آنها آینده زبان دان های خوب شده نمیتوانند، یا زبان مادری را به سطحی که لازم است احترام کرده نمیتوانند. بی‌نهایت در دل آنها محبت پروریدن نسبت به زبان مادری ضرور است، آنچنانه که باغ بدون پروریش، بدون آبیاری نمی شود، آنچنانه که بدون محبت به وطن پروری اصیل نمی روید و بدون آن که بدون محبت به این یا آن کسب، همون کسب را صاحب شده نمی شود. بنابراین بدون محبت به زبان مادری، به رشدی این زبان، با دوست داشتن این زبان مساعدت کردن بسیار بسیار دشوار است. این محبت به زبان مادری سر می شود، پروریدن محبت به زبان مادری آغاز می یابد، ابتدا می گیرد از محیط آیله، از کودکستان، از مکتب و نهایت از محیطی که ما و شما را احاطه کرده است، از گفتگوی همگانی، از صحبت های سر راهی دیگر و دیگر. همه اینها باید پرورنده محبت به زبان مادری باشند. در آن صورت محبت به زبان مادری پروریده می شود که اگر پدر و مادر زبان مادری را دوست دارند، خوب دارند، در سطح خوب دارند و مسئولیت احساس کنند برای زبان آموزی فرزندانشان، تعلیم و تربیه و مهر و محبت رو افزودن به نهاد کودک، به دل کودک، تا اینکه وای در همین روحیه پرورش یابد، پس اون مکتب و جامعه. اکنون ببینید، ما اگر همین خل قیاس کنیم، ما حتی از کنار مشاهده میکنیم که حتی اویله هم آن بی پروایی ظاهر میکنند و متاسفانه اکثر ما مشاهد هستیم. بله ما از کنار دیده سوده میبینیم که در مؤسسه های تعلیمی، در مکتب و باغچه ها چه خیل مناسبت و معاشرت که خود روح تعلیم و تربیه رو آنها پیش کردن صورت میگیرد. برای همین من فکر میکنم که در نتیجه تحلیل ها، در نتیجه مشاهده ها و نظارت ها ضرورت ما میآید تا در جامعه ما طریق واسطه های اخبار عامه، طریق شبکه های اجتماعی، رادیو، تلویزیون، همه خیلی برنامه های تعلیمی تربیوی، یعنی معرفتی رو نسبت به اونی که معرفتی هر یک صاحب زبان و هر یک شهروند رو بلند برداریم، ما بیشتر باید که چنین برنامه های تشویقاتی و ترغیباتی رو تهیه کنیم طریق تمام شبکه ها، تا اینکه جامعه رو گویم با یک اصول، با یک ساخت درستی که قانونگذاری ما طلب میکند، سیاست دولتی در باره زبان طلب میکند، همین رو درست با یک معرفت بلند براه مونیم، تا اینکه این خنک نظری ها، این بی پروایی ها که نسبت به نه اینکه به این مقدسات ما بحری زبان، بلکه بحری عملی سازی انامین مقررات قانون جمهوری تاجیکستان در باره زبان، وقتی کس بی‌پروا می شود، چی شخصی، انفرادی یا چی در جامعه، در تشکلات و مؤسسه خود، علاقه این ببینید، این عامل های خطرزا نسبت رشد و گسترش زبان ما بوده می تواند.
هر یک کس باید با کمال افتخار خود را بزرگترین و واپسین حامی زبان مادریش بداند. بله بله بله. ببینید که پیشوای معظم ملت ما سرور تاجیکان جهان محترم امام علی رحمان غمخورترین و پشتیبانترین فرد هستند که در روی زمین بحر گویم رشد و گسترش زبان شبانه روزی زحمت میکشند، تلاش دارند و این غمخوری ها رو ببینید طریق هر یک سخنرانی های خود، هر یک دستور سپارش های خود در برآمد هایشون، همزمان ببینید در سند های معیاری حقوقی، در قرار های حکومت جمهوری تاجیکستان، از قبل قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره فهرست نام‌های ملی تاجیکی، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره قاعده‌های املای زبان تاجیکی و علامت‌های کتابت زبان تاجیکی، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان که سیوم مرتبه در این 13 ساله صاحب استقلالی ما به تصویب می‌رسد درباره برنامه رشد زبان دولتی برای 10 سال آخر، یعنی برای سال‌های 2020-2030. این خود علاقه یک غمخوری ها از جانبی دولت و حکومت کشور ماست که ما وظیفه دار هستیم اکنون عملی سازی انمین نقشه های همین برنامه ها رو به سامون رسانیم. هر یک صاحب زبان، هر یک فرد، هر یک تشکیلات و مؤسسه، وزارت و اداره، نوبسته از شکل تشکیلی حقوقی کارخانه و مؤسسه ها باید که به این با یک مهر و محبت به اندازه نسبت با زبان، با یک ارج‌گذاری، با یک غرور و خودشناسی و خودآگاهی ملی باید که این کارها رو انجام دهند. واقعا ما باید به خاطر داشته باشیم هر یکی ما وقتی که در مکتب عالی تحصیل کردیم، وقتی علم زبان رو می‌آموختیم، از آن آغاز می‌گردید درس زبان که زبان پدیده جمعیتی است. هیچ وقت یک کس دو کس زبان رو هم ایجاد کرده نمی‌تواند، هم اون رو نگاه داشته نمیتواند، هم اون رو فعال گردانیده نمیتواند، کاربردی اون رو تامین کرده نمیتواند. یعنی اون رو این چنین معنی دارد که تمام اهل جامعه، تمام صاحب زبانان برای استفاده زبان، برای در سطح خوب فعالیت کردن زبان مسئول هستند. واقعا ما امروز خوشبخت هستیم که رهبریت کشور ما تحت سروری پرزیدنت محترم کشور امام علی رحمان همیشه در فکری غمخوری نسبت به زبان ملی ما، زبان دولتی ما هستند. واقعا هم از نگاهی سند و معیارهای حقوقی، هم از نگاهی برگزار نمودن سازمان ها، چاره بینی ها، هم از نگاهی ترغیب زبان مادری همچون ارزش ملی ما، همیشه زبان تاجیکی، زبان دولتی ما در مد نظر رهبریت است. وقتی که خود پرزیدنت محترم کشور ما برآمد سخنرانی میکنند، همیشه مواظب آن هستند که کلمه های بیگانه نباشد در نطقشان، کلمه های مثلا شیوگی نباشد، همیشه حرکت میکنند که اون معیار زبان ادبی رو رعایت کنند، اون قاعده هایی که موجود است اونها رو همیشه در مد نظر داشته باشند. این یک طرفی مسئله است، این یک راهی ترغیب زبان ملی ما، زبان دولتی ما. دیگر اینکه وقتی که همایش ها، نشست های سطحی بلند می شود در حضور پرزیدنت محترم کشور نیز دیگران همیشه حرکت می کنند که با زبان خوب و زیبا و پاکیزه و روان تاجیکی صحبت کنند. این نگاه کنید پهلوی دیگری مسئله است، یعنی نه تنها با عبرت شخصی بلکه با حضور، بلکه با دستور ریایه انامین زبانی ادبی، ریایه قاعده های زبانی معیاری ما همیشه تامین میگردد. این ما باید به قدر همین ارزش رسیم، به قدر همین گویم پدیده خوب رسیده توانیم. وقتی آخر در زبان های جوانان وارد شدن ژارگان ها، حتی به نظر ژارگان ها نیز یکی از اون پدیده های هستند که زبان ما رو آمیخته می سازند. زبان خوفی مثلا از بین رفتن انمی زبان زیبای ادبی ما رو به میان میارند. لیکن چندین آیا هست، میگویم چندین عامل ها هست که ما باید استفاده کنیم برای از بین بردن چنین حالتی ناگوار. البته باید هر یکی ما، هیچ یکی ما باید بی‌طرف نباشیم.
وقتی که همین گونه صحبت ها صورت میگیرد، وقتی که همین گونه مناسبت نسبت به زبان ادبی، زبان مادری ما ظاهر می شود، ما قرض شهروندی ما است، قرض همچون نماینده ملت، همچون صاحب زبان ما قرضدار هستیم، وظیفه دار هستیم که با اون شخصانی که به احترامی ظاهر میکنند نسبت به زبان مادری، با آنها ما باید ایراد گیریم، راه درست رو نشان دهیم. چنان که اینجا گفتند، ما برای پیشگیری این کار ما باید از اویلا شروع کنیم، از کودک خرد ما مثلا وقتی که صحبت میکنند در خانه، از اونجا ایراد گرفتن رو مثلا آغاز کنیم. از اونجا ما باید نشان دهیم که کدام طرز درستی افاده یا که عباره یا کلمه موجود است و چگونه باید که فرزند ما چگونه باید صحبت کند، کدام کلمه رو در کدام موارد باید درست استفاده برد. این از اویله شروع می شود، هم بعد تدریجی بر مثلا در مکتب، در محیط کاری که ما داریم، در دانشگاه که ما اونجا تحصیل میکنیم یا که تعلیم میدیم و تعلیم مشغول هستیم، در اون جایی که ما مثلا به فعالیت مشغول هستیم، مثلا کار میکنیم، در همه جا ما باید به حرکت کنیم که انامی زبان ادبی، زبان پاکیزه ملی ما، زبان پاکیزه اصیلی مثلا هزار ساله ما عمل کند، فعال باشد. آموزش زبان باید از خاندان شروع شود، نه از آموزگار، و آموزگار وابسته باشند به کسی دیگر. مادر نخستین تربیتگر است. من خواهش میکردم این منبر که مادران عزیز، خواهران عزیز با فرزندان خود اعتبار کنند، از نخستین سخن و از گهواره جنبانی سر کرده با سخنهای خوب لفظ و کلمات زیبای تاجیکی را به گوش کودک تلقین کنند. زبان هم زبانی مادری نامدارد. بله. خیلی حساس هم کودک ها. و بعد تربیه مادر شروع میشه تربیه کودکستان. کودکستان اون نفرهایی که اون خواهرانی که اون همشهرهایی که در هم کودکستان ها هستن با دارای سوی دانش بلند باشن، زباندان باشن و قدر زبان رو میدونسته انسان ها باشن. گفته اشاره استاد که از خردسالی با کودک ما زبان رو آموزیم و اون نقشی که در سنگ گذارید و هیچگاه زود از نقش از سنگ گم نمی شود و در مغزی سر نقش بستن نقش می بندد. دیگر این که وای از مادر آموخت، از کودکستان آموخت، از معلم آموزگار خیلی خوب آموخت، از در دانشگاه آموخت، پس زباندان می شود، جامعه زباندان می شود. ما اگر احترام به زبان مادری داشته باشیم، اونقدر بزرگهایی که گذشته های ما با این زبانی ناب، با این زبان شکرین، با این زبان اهل بهشت اونقدر آثار به زوال و گرانبها آفریدن، احترامی به احترامی کرده نسبت زبان نسبت گذشته های خود، اما باید به اعتنا نباشیم، چون که زبان آموزی از باز میگم تکنو از مادر، از کودکستان و از مکتب شروع می شود. این گونه افتخار و این گونه هویت را هر همه ما صاحب زبانان باید داشته باشیم. قبلا من درباره محبت به زبان مادری چند سخن گفته بودم، اکنون برانم که محبت اگر با مسئولیت در نامیزد کامیابی به دست نمی آید و مسئولیت از آن است که در نزد زبان مادری خود همه ما باید مسئول باشیم. من زود به یک گفتگو و می خورم در کوچه ها، در خیابان ها، در محله ها، در ده ها، در گوشه های دوردست کشور، اگر به این یا آن ناجوری در آویزه یا در واسطه اخبار دوچار شوند، میگن که این کمیته زبان کجا را نگاه میکند. عینن هم خیر. گپ در آن است که کمیته زبان یک نهادی علایده افتخاری است و باید باشد مسئولیتش معلوم که تطبیق مسئولیت محوریش تطبیق زبان تاجیکی، لیکن در این نهاد که مثلا حتی 15 20 30 40 نفر کار میکنند، این کشوری واقعا پهناوری ما پر را زیر نظارت گرفتن چندان کاری آسان نیست. بنابراین هر یکی ما مسئول باشیم، هر یکی ما صاحب زبان باید باشیم. اگر یا این یا آن آویزه را بینیم، ما اگر توانیم که قرینه تاجیکی آن را دانیم پیشنهاد کنیم یا به واسطه اخبار عموم عامه بر سخنرانی کنیم یا به اطلاع کمیته زبان برسانیم. بنابراین در هر کجایی که ما یک ناجوری در زبان ما
بی‌حرمتی نسبت به زبانمون احساس میکنیم، همه ما باید همچون فرزند ملت مسئولیت احساس کنیم، از پای اصلاح این کار شویم و هم اونچون در خاندان هم، در کودکستان هم، در مکتب های میانه و عالی هم از جمله مسئولیت باید حس کنند. من فکر میکنم که بسیار بسیار مهم است باید مسئولیت احساس کنند مؤلفان کتاب های درسی ما. تمام اینجا گپ درباره کتاب های درسی زبان ادبیات نمی رود، تمام کتاب ها من بارها گفتیم و بسیار پدر و مادران شکایت میکنند که فرزندم میبیاد میگوید که من وظیفه خانگی دادن فلان صفحه کتاب خونده آمدن، مثلا کتاب تاریخ یا آن صنف میگوید من میخونم تا اول نرسد، تا جای نرسد که وای فیزیک یا الگبر دیگر گاد اور تاریخ یا زبان میرود ادبیات میگه تاریخ من همین فلان چیز خوندم نکور، من سه صفحه خوندم هیچ چیز نفهمیدم، یگون چیز نفهمیدم، با پدر جان کمک کنید، مدد رسونید. پدرش یک دو بار میخوند، اون بیچاره هم هیچ چیز نمیفهمد، سه چهار بار مرتبه میخوند، یک چیزی که درک میکند، یک ماهیت، بعد با فرزندش میگه، فرزندش رفته اون جواب میده. یعنی که باید زبانی دستورهای تعلیمی کتاب های درسی ما واقعا تاجیکی باشد، زبانی اکنون من فکر نمیکنم که ساده زبانی که جمله بندی تاجیکی داشته باشد، افاده تاجیکی داشته باشد، عباره های تاجیکی واقعا داشته باشد. این بار اول نیست که تاکید میکنن سروری کشور که برای اون که زبانی ما توانایی و قدرتمندی زبان ما رو ثابت سازیم، ما باید به زبانی علم تبدیل دیم، نیروی علمی زبان رو تکمیل بخشیم و ثابت کنیم که زبان مادری ما از عهده افاده مضمون همه گونه فنها برآمده میتواند و زبان علم باید باشد. زبان علم بودن زبان یک دلیل بسیار برجسته توانمندی این زبان است. یک چند سمت های هست که ما باید در این در اندیشه آن باشیم، مثلا پیش از همه انامی تنظیمی نامگذاری ها در نقطه های خدمت رسانی، فروشگاه ها، به همین گونه منوال سازمان ها باید نامگذاری آنها با اعتبار دهیم. قبلا یک کمیسیون بود فعالیت میکرد، هر وقت همراه کمیته نمایندگان کمیته زبان، اکادمی علم ها، حکومت شهر در کوچه ها گشته با کسانی که این گونه نوشتجات نادرست رو مثلا آویزان میکردن استفاده میکردن، با آنها میفهموندن، آگاهی میدادن که این کارتون درست نیست، باید شما اصلاح کنید. واقعا هم سری هر چند وقت این عمل، این اقدام انجام داده میشد و نتیجه های خوب میداد. من فکر میکنم همین تجربه نظارتی مثلا پاکیزگی زبان رو ادامه دادن در کار است. بعدا مثلا زبانی ملی ما این زبانی بسیار بزرگ و زبانی بوستانی و زبانی بسیار ثروتمند است. ما باید تبلیغ آن رو، تعلیم آن رو هم در داخل کشور، در مؤسسه های تعلیمی خصوصا در دانشگاه ها، هم در بیرون از کشور مثلا به شکل مرکز های آموزشی، چنانی که ببینیم مثلا مرکز کنفوسیان زبان و فرهنگ چینی رو مثلا برای ما تعلیم داد، مثلا ترغیب میکنند. ما هم میتونیم همین کار رو مثلا در کشورهای خارجی مثلا به مثل مرکزی رودکی یا که مرکزی فردوسی یا که مرکزی زبانی تاجیکی تشکیل کنیم تا که دیگران از این بهره مند شوند. لیکن یک مسئله بسیار مهم دیگر این زبانی اینترنت است. ما اگر هر یکی ما از اینترنت استفاده میبریم، از شبکه های اطلاعاتی در اینترنت ما میبینیم خبر و مقاله ها چه میشود، در پایان آنها گیم تفسیر و توضیح با این شرح و تفسیر و توضیح با این خبر و اطلاعات چوب می شود. اولش اینکه خودی زبانی همون خبر و اطلاعات نیازمند به تحریر است، نیازمند به تکمیل است. دیگرش این اون چیزایی که در قسمی تفسیری و توضیح داده می شود، اونها نهایت در حالتی ناگوار قرار دارند. در آنها قریب قاعده های زبانی تاجیکی، هم قاعده های گیم صرف و نحو، هم قاعده های املا در آنها روایت نمی شوند. بسیار حالتی ناگوار است که اینا با یک سخن و دو سخن گفته نمی شود. من فکر میکنم شاید ما یک سمینار یا که یک همایشی مخصوص به این سمت روانه کنیم، تا
تشکیل کنیم تا که در اونجا فکر هم بگیم کدام راه های پیشگیری این گونه حالت ناگوار رو ما معین کرده توانیم در این حالت ها. اکنون ببینید جوان های ما وقتی که ما کتاب مطالعه نمی کنیم، وقتی که ما استادان سخت گیری کرده استاد از آنها مطالعه کتاب های بدیعی رو به زبان دولتی به زبان نوب مادری تاجیکی همون طلب نمی کنیم، سخت گیری نمی کنیم، تصور کنید که بعد از 10-20 سال مفکوره سطح زباندانی نسل جوان ما به چه درجه می شود که بالا یا پایین. از همین لحاظ احترامانه در عرفه روز زبان خواهش ما همین است که هر یک صاحب زبان، هر یک استاد، هر یک آموزگار با گفت استاد خود مسئول باشیم تا اینکه انا همین قرض فرزندی و قرض شهروندی خود رو نسبت به فرزندان، نسبت به نسل جوان گفته توانیم تا اینکه آنها پیوسته در همون اقیانوس بیکرانی نظم و ادبیات بدیعی و ادبیات علمی تشکل یافته کلاسیکی گذشتگانمون بهره مند شوند تا اینکه خزینه لغوی زبان خود رو هر یکی غنی گردانند. پس از این ما میتونیم در دل خواه ساحه‌های تخصصی زباندان شویم، قاموس ها، فرهنگنامه ها رو در ساحه تخصصی تهیه کرده تاونیم، نه اینکه یک زبانشناس برای فلان ساحه تخصصی فرهنگ ایجاد کند، بلکه خود صاحب کس درجه بلند زباندانی داشتنش در کار تا اینکه گویم فرهنگ و قاموس های ساحه خود رو تهیه کند. من توانای آن دارم که استادان محترم هر یک صاحب زبان ما با آن سطح نسبت به زبان مادری مسئول باشد، به آن سطح محبت و اعتماد داشته باشد که در این بیت شاعر افاده یافته است. زبان ما جهان ماست یاران، چراغ دودمان ماست یاران، ورا چون دیده باید پروریدن که نور دیدگان ماست یاران.